بلژیک واسه کارگرای جنسی هم قانون کار تصویب کرده، یعنی این کارگر جنسی به عنوان یه شغل حساب میشه. مثلا چیکاره، مثلا آره مثلا روس پیاز. حالا چند سال بازنشست میشه معلوم نیست، اینم بگی مثلا بعد چند اون دو وقته که آره دیگه. بعد این کارگرای جنسی بگم جزء مشاغل سخته دیگه، بله سوسا گفت به خاطر پول بری تن به کسی بدی، بازنشستگی هم داره. مثلا بعد از کلی کار بازنشسته میشه، میگه میره حقوقش مثلا از تامین اجتماعیش میگیرن، تو فیش حقوقش نمیشه مثلا بازنشسته مثلا 30 سال. این کار همین دیروز بود که بازنشسته شدم، چقدر سختی کشیدم. بانون آده میتونه زامن هم بشه مثلا، آن فیش حقوقش رو بده مثلا مال تامین اجتماعیش رو میشه زامن. آه همه جا قبول میشه. این لایه افاف و جا بند زیاده، یعنی تو اگر روزی 5 تا بندش هم بگیم بازم زمان کم میانیم. حالا سعی میکنیم حالا هر روز چند تاشو بگیم. یکی از بنداش اینه که گردشگر خارجی اگه بی حجاب بود، پوششش مناسب نبود، اقول عزیزان پاسپورتشو میگیرن بعد دیپورتش میگن کشورش، بهش میگن go to country، go to hometown. اینجا نمیتونیم بونیم. میگم هر گردشگری، یعنی اگه روسی یا چینی هم بود گوش میکنی به کشورشون، چون ما دیده بودیم گردشگر روسی اومد با پوشش خودشون اصلا تشید چی هم نشد، تذکر هم بهش ندادن. یعنی دیگه به سلامتی شما، با مغز شما، با تصمیمات شما، دیگه او چوس گردشگری هم به کشور ما اومد دیگه نمیاد. واسه چی بیاد دیگه؟ تشبه پاسپورتش هم بگیرید. یعنی چی تو کلتونه؟ چی با خودتون فکر میکنید؟ ای خدا. یعنی هر چقدر این مسئولین تو کشور ما، بعضی هاشون، ما میگیم بعضی ها که دیگه آره، بی عقل و بی فکر رو به درد نخورند، او ور دنیا واقعا دارن کار میکنند. و محققین گفتند تا سال 2030 انشالله سال بدون ایدز باشه. یعنی اونایی هم که گرفتن انشالله درمان میشن، اونایی هم که دیگه نمیگیرن، چون بخشی از ایس همش رابطه جنسی نیست، خونی نیست، همه چی از دیگه. دمتون گرم، درد و بلاتون تو سر. آره واقعا دمتون گرم، شما دارین جور همه رو میکشید. دمتون گرم واقعا، سرتون تو خدمته نه تو چیز مردم. دمتون گرم، یاد بگیری همه. شریعت مجاری دوباره شاکی شده، گفته به چه اجازه رفتی با کشورهای اروپایی مذاکره کردید؟ به چه حقی؟ به چی میخوای برسید؟ خراس میگه نباید برید، خواستینم برید باید از کی برید؟ از شریعت مجاری اجازه بگیرید، علیکی که نیست. حالا شریعت مجاری اتفاقی که افتاده، حالا چیکار کنن؟ اما تنگی هرمز ببندن. خب واسه چی؟ اصلا اینا رفتی به تنگی هرمز ندارن. خب ببندنش، این درد به جان خودم اقدرم تنگ نیست که به ایراد عداشو در میاره، تنگ نیست. یعنی ای تنگی هرمز واسه تو حکم او چای نبات مادر بزرگا داره که میگن چای نبات بخور تحت هر شرایطی واسه هر مریضی، ای تنگی هرمز هم حکم داره. یعنی اگه ای تنگی هرمز نبود تو چی کار میگردی؟ پیشنهاد چی بود؟ اصلا دیگه وارد بحث سیاسی نمیشدی، استراتژیک نداشتی حتی. تی طراح کلینیک بیهجابی گفته این گشت ارشاد نباید جمع آوری بشه، مثل این که تو طرح جدید حفاظ و حجاب این باید جمع بشه. واسه چی جمع بشه؟ آره دیگه، که گشت ارشاد بگیره بدن به شما، نه اینجوری دوست دارید منبع درآمد بره بالا. ای خاک تو سرت با این مغزتون، ای نفهم. یعنی چی تو کلتونه؟ کلینیک بی اجابی؟ خب یه کلینیک بزنید خودتون رو درمان کنید. حالا هر پسفندی هم بهتون بزنم توهین به اون اشخاصه. شما چی هستید؟ چه گونه هستید؟ خودتون رو درمان کنید. شما نیاز به درمان دارید، شما مریضی، شما باعث سلب آسایش مردم شدید با این تفکرتون، متحجرین. خاک تو سرتون عزیزم. ای باله، ای بند افاف جا باله. گفتن اگه یه مرد وارد واگن
بانوان بشه تو مترو، بار اول 5 میلیون، بار دوم 15، بار سوم 20 تا 80 میلیون، بار چهارم تا 160 میلیون، بار پنجم 330 تا 500 میلیون جریمه میشه اگه حواسش نباشه به داخل. یعنی 5 بار حواسش نباشه تاش 530 میلیون. خب واسه خوش یه واگن بخره، خب به صرفه تر خود جان، خب یه واگن میخره توش میشینه، خب واسه چی باید بره بانوان واگن بانوان؟ یعنی دارین چی کار میکنید ای خاک عالم؟ یعنی میخواه با طالبان رقابت کنید؟ میترسید از طالبان عقب بیافتید؟ نه نه ترسید نمیافتید، یعنی شونه به شونه هم دیگه حرکت میکنید. چی تو فکرتونه؟ چی تو مغزتونه؟ چی میگید اصلا؟ تو کدوم لیگ بازی میکنید؟ ای خاک عالم، تو سر کی؟ خودتون میدونید. دو پادشاه شنیدی که توی اقلیم نمیگنجن، ولی دو رئیس دانشگاه تو دانشگاه فردوسی مشهد توی اتاق میگنجن، گنجانده شدن. رئیس جدید دانشگاه فردوسی انتخاب شد، رد در اتاقش، دلش خود کلید انداخت، رفت تو دید این نفر توشه. بهش گفت تو کی هستی؟ گفت من رئیس دانشگاه هم. گفت اگه تو رئیسی پس من اینجا چی هم؟ من چوقون دارم، من رئیسم. گفت ای کی انتخاب شد؟ گفت من الان. گفت من پس سابقم. گفت پس الان چی کار میخوای بکنم؟ گفت همین چند برگست امضا میکنم میرم. میگم این میزا چی داره که تا لحظه آخر ولشون نمیگون؟ خب باره دیگه، تو که خود میدونی انتخاب شده، با عزت باره دیگه. حالا 3 سال بودی، مهم نیست دیگه، دم آخری خودو حقیر نکن، تغییر نکن باره دیگه. یه همه ذلت واسه چی؟ بزرگترین معدن طلای دنیا تو چین کشف شد، حدود 2000 تن طلا توشه، 83 میلیارد دلار ارزشش. شوخی نیست، یعنی اندازه 3 سال فروش نفتمون فقط توی معدن پیدا کردن. نوش جونتون، حقتونه، لیاقتش دارید. یعنی همین معدن اگه توی ایران بود بعد 3 سال ارزش از معدن زباله هم کمتر میشه. یعنی توی بگرد توش یه دونه هم توش پیدا نمیکنی، معلوم نیست کجا خرج شده، پوله کی برده، کی دیگه چی دیگه کجا رفته، دادن بگی اختلاس کرد، ای برد این وام داد، اینجوری میشد. شما حقتونه دیگه، چی میخوام مردمتون؟ نه نفت دارید، نه چیز دارید، اقتصادتون اول دنیا، آمریکا اوله. این چینی که من میبینم یه 2-3 سال دیگه، تنها عیبتون اینه که خیلی چیزا رو میخورید، نباید با این کثافت کاری زیاد میخورید. اگه اونو نکنید آدمای خوبی، کشور خوبی هستی، کثافت عوضی همه چی خواهد. از هر 4 نفر یه نفر تا آخر عمرش تنها میشه. اینو محققین گفتن، یعنی تحقیق کردم، اینم شانس گوه منه. یعنی اگه اینه که او یه نفر، منم از او 4 نفر، او 3 نفر میدن سر خونه زندگی چون تش، یه جوری من تنها میمونم تو آخر عمر تو خونه تنها پیری. البته تنهایی خوبه، مگه تنهایی چشه؟ آدم اشغال میکنه بدون سر صدا. نه پیر میشی ایجی نشستی، کسی نی، خونه تاریک، سرد، کسی نیست باید بازی کن، عصای پیری نداری. نه اینا عصا نیست، اینا تش چماغن دوست دارد. خب هرچی باشه میام به سر میزن صبحی، یه پیری زنی جفته همزره سلام نی، دوست ندارم تنها باشم، تنها میده تو پیری بده. منو ببرید سالمندان، اونجا خیلی باحاله. پیر شدم میخوام سالمندان، 70 بعد تو سالمندانم خواستی.